در این میان به رغم افزایش واکنش های جهانی به سرکوب خونین مخالفین در سوریه موضع جمهوری اسلامی ایران کماکان حمایت از دولت بشار اسد است رحیم رشیدی روزنامه نگار در استودیو با ماست آقای رشیدی به نظر شما دولت ترکیه فکر میکنید میبینید که چه سیاستی داره ولی در ایران چرا برای ایران سوریه چنین مهم هست که با افزایش فشارهای بین ایران کماکان در این شرایط از سوریه حمایت میکنه ببینید روابط میان دمشق و تهران یک روابط عادی و معمولی نیست آنچه که خیلی عادی میان کشورها و با هم روابط سیاسی دیپلماسی اقتصادی و الاخر دارن مسئله به این برمیگرده که دمشق هم پیمان استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در منطقه محسوب میشه و خیلی حائز اهمیت ما این نکته درک بکنیم که پل ارتباطی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به شب نظامیان در اون منطقه در لبنان در فلسطین گروه های تروریستی که البته سوی کشورهای غربی و نهات های مدافع حقوق بشر بین المللی به عنوان گروه های شب نظامی و تروریست محسوب میشن من جمله حزب الله لبنان جهاد اسلامی و نیروهای دیگه یه پل بسیار مهم ارتباطیه که ایران از این طریق میتونه کمک بکنه اونها کمک لوجستیکی تسلیحاتی و نظامی و اهمیت سوریه از طرف دیگه هم مرزی هم چنان که مهمان برنامه اشاره کردن با ترکیه با عراق با لبنان و از یک موقعیت بسیار استراتژیک و حساسی برخوردار است. بله بله. و یادمون نره که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران حدود 20 ساله که در ارتش ترکیه نمایندگی رسمی داره سوریه سوریه بله, بله. در یکی از جزای... یکی از جزایر سوریه از طرف سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران اداره میشه و اگر حافظ اسد حکومت دمشق سکوت بکنه یعنی منافع امده و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و دست جمهوری اسلامی ایران دست خرابکاری جمهوری اسلامی ایران در اون منطقه کوتاه خواهد آمد و در هر حال این جمهوری اسلامی ایرانی که بازنده است با سقوط دمشق فکر میکنید حالا در صورت ایجاد تحول در اون منطقه این مسئله مطرح است در بین اپوزیسیون سوریه آیا فکر میکنید کشور دیگری در منطقه میتونه اون نقش رو که شما میگید برای جمهوری اسلامی ایفا بکنه به هیچ وجه اپوزیسیون دمشق اعلام کردند که میلیارد ها دلار جمهوری اسلامی ایران و بی ویژن های نظامی چون سپاه پاسداران و دیگران که در سرکوب شهروندان خودشون در داخل ایران نقش بسیار به سزای ایفا میکنن در سوریه سرمایه گذاری کردن هر حکومتی بعد از بشار الاسد بر سر کار بیاد نمیتونه منافع جمهوری اسلامی ایرانو محفوظ بکنه و از زاویه دیگر هر حکومتی بر سر کار بیاد نمیتونه برای جمهوری اسلامی ایران دستاوردی داشته باشه در موقعیت کنونی زاویه دیگری که میخوام به اون اشاره بکنم برای دور زدن تحریم های بین المللی سوریه نقش بسیار مثبتی برای جمهوری اسلامی ایران بازی میکنه و جمهوری اسلامی ایران از این بهره برداری میکنه و هر حکومتی بر سر کار بیاد بدون تردید نمیتونه منافع جمهوری نمیتونه اسلامی ایران کشور دیگه ای هم در منطقه اون. نتیجه میگیریم که جمهوری اسلامی ایران سعی خواهد کرد که رول بیشتر و خرابکاران مستقلتری در عراق بازی بکنه و بیشتر در عراق سرمایه گذاری خواهد کرد بعد از سقوط بشار و سپاسگزارم از توضیحات شما رحیم رشیدی روزنامه نگار خواهش میکنم مخالفان